ما در فیلم‌های مستند در مورد جهان اسلام، فرهنگ و وجوه مشترک بین مسلمانان را به شما تقدیم می‌کنیم. در فیلم‌های مستند آینده ما در مورد ممالک دیگر اسلامی تمرکز خواهیم کرد تا بیننده‌های ما در افغانستان در مورد زندگی آنان بهتر آگاه شوند. گویند این شهر را غوغا می نامیدند و از نسل به نسل به غلغله تبدیل گردید. زمانی بود که بامیان توسط جلال الدین محمد اکبر حکم روایی می شد. وقتی او می شنود که نواسه چنگیز خان به اینجا لشکر می کشد، از اینجا فرار می کند و به طرف شرق افغانستان می رود، جایی که امروز جلال آباد نامیده می شود که به نام او گذاشته شده است. وقتی نواسه چنگیز خان به اینجا می رسد، مردم غیور این شهر زده او بر می خیزند و او را با تیر از پا در می آورند. چنگیز خان به این منطقه لشکر می کشد و دستور می دهد تا همه مردم را قتل عام کنند. هیچ زنده جانی به پا نمی ماند. اینجا به روزها مردم غوغا می کنند و این شهر به نام غلغله باقی می ماند. این شهر پرشکوه است. یکی از مراکز باستانی بامیان شهر غلغله است که در قرنهای 6 و 7 و پیش از آن پایتخت شنسبیان یا شیرشاهان بامیان بوده است. بنای شهر در قله کوهی است و درهای کوه به منزله کوچه های آن است. تقریبا 12,000 خانه در میان کوه و سنگ ساخته شده. در سال 618 هجری چنگیز خان به این شهر حمله آورد و با مقاومت شدید ساکنین آن روبرو گردید. ولی سرانجام چنگیز خان غلبه حاصل کرد و خرابی هایی به شهر وارد آمد. بارز سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز. رسیدیم به یکی دیگر از ساحات باستانی ولایت بامیان که از تاریخ و قدامت بسیار کهنی را در اینجا ما و شما شاهد خواهیم بودیم. بررسی میکنیم این ساحه را من حیث یکی از جاهایی که تمدن داشت بوده و عصر بودایی و عصر اسلامی و معماری های سبک خاص خود داره و یک تپه هست در مرکز بامیان، تقریبا در 20 دقیقه و یا 15 دقیقه از مرکز بامیان فاصله داره. و این شهر قبلا در دوران اسلامی حصار شهر بامیان بوده و قبل از دوران بودیزم هم محل بودوباش زائرین بودایی بوده که در قسمت قرار داشته. و میریم حالا آستا آستا از این سرک که به چه شکل قرار داشته و یک چیزی رو متذکر شدم که قبلا در این ساحه کلش مین بوده که توسط روس‌ها و مجاهدین به خاطر که یک جای بسیار استراتژیک و دفاعی بوده در این قسمت مین کار شده که خوشبختانه توسط مؤسسه یو ان مکا مین پاکی شده. میرم هم دیگر. در رابطه با این مغارهایی که در اطراف قسمت هست، یک تعداد از اینا کنده شده و یک تعداد از اینا به شکل طبیعی وجود داشته که اونایی که کنده شده مربوط دوران بودیزم است، هم عصر با مجسمه های بودایی که کنده شده و یک تعداد اینا به خاطر استفاده از آب، یک ذخیره‌گاه آبی بوده. همون رقمی که من بر شما خواهد گفتم که این شهر یک راه آب مخفی داشته که به شکل تونل که سرچشمه از این آب، همین جوی آبی که می آمده از کوه سر به فلک کشیده بابا هست که سرچشمه آب از او می آمده از زیر زمین و همینطور حلقه میکده و داخل از این ذخیره‌گاه آب در اینجا آب همین شهر مردمش از او ذخیره‌گاه استفاده میکده. میبینیم او طرف مثلا زینه است، دروازه داشته. خب این خامه خواه او طرف حتما یک برج دیگه کلان بوده که از اینجا زینه داشته و میرفته. این اطراف ازی میبینی خشتایی هست که اینا بر میگرده به سبک دوران اسلامی هست، وقتی که غوری ها در اینجا حاکم میشن، همچنین خوارزمشاهیان
در اینجا تمدن خود و همچنین معماری سبک اسلامی را بنیاد میکنن و شهر انمی شهر قلقله را مرکز اصلی خود این شهر قرار میدن و این شهر به شکل یک حصار قرار داشته که بسیار یک شکل تدافعی و یک شهر بسیار از نظر نظامی مستحکمی بوده که به مرور زمان توسط چنگیز خان مغول از بین میره. اینجا رسیدیم به شهر زیبای قلقله، جایی که تمدن‌های اسلامی و قبل از اسلام دوران بودایی و همچنین دیگر تمدن‌ها در اینجا تسلط داشتن. رسیدیم و به معرفی میگیریم یکی دیگه از جاهای تاریخی و جاذبه‌های توریستی ولایت بامیانه. این مرکز شهر به نام شهر قلقله یاد میشه که ثبت و راجستر میراث جهانی توسط یونسکو در سال 2003 صورت گرفت که یکی از 8 ساحه هست که ثبت میراث جهانی شده. این شهر در واقع یک حصار بسیار مستحکمی بوده که در دوران‌های بسیار زیادی را حاکم‌ها مسلط بودند و این شهر من حیث یکی از شهرهای دفاعی مورد استفاده قرار گرفته و تاریخ از این همچنان که گفتم برمیگرده به بیشتر اتفاقات تاریخی از در دوران اسلامی هست که همون رقمی که در تاریخ گفتن این شهر تقریبا برای 100 سال بعد از قتل عام مردم بامیان به مدت 100 سال خالی از سکنه بود و هیچ تمدنی در اینجا نبود و خود چنگیز خان مغول این شهر یک شهر نحس نامید به خاطر که یک از کلان خاندانش نواسش در این شهر از بین رفت. همچنان که دیدین در ساختار از این برج و باروهای بسیار مستحکمی هست، سلایه برج های بسیار تدافعی وجود داشت و همچنین مسجد و دیگه جاهایی هم هست و برآوردی که کردن کارشناسا و متخصصین از مسجدی که در این قسمت اعمار شده در قسمت جنوب این شهر، این مشخص شده که تقریبا در حدود 4000 سکنه در اینجا وجود داشته و 4000 نفر در اینجا بوده باش داشتن و بیشتر در قسمت سمت جنوب از این که ما پیتاروخ میگیم مردم بیشتر بوده باش داشتن به خاطر که در این قسمت هم جای خوب است و هم از نظر گرم بودن بسیار جای مناسب است، چون همونطور خبر دادن بامیان یک شهر بسیار سرد است که 6 ماهش بهار است و 6 ماه دیگه هم زمستان. ارزش از آثار تاریخی بامیان ما ایر زیاد، بسیار زیاد فکر میکنیم که بسیار زیاد ارزش داره به خاطر از اینکه بامیان خصوصا کل ولایت های بامیان، ارسالی های بامیان آثار داره. کل بامیان جای یک آثار دیدنی است، از هر ارسالی که بریم یک جای دیدنی داره، از خود خصوصا مرکز باز و تمام جای مرکز که بریم جای آثار رو دیدنی است، در هر دره که بریم جای آثار رو دیدنی است. دیگه این مفاد زیاد در کل مملکت داره، خصوصا در بامیان ارزش زیاد داره. شهر قلقله که ما و شما در جوار از قرار داریم، شهر باستانی و دیدنی است. بودای بامیان، مجسمه های بودا، سلسال و شامامه، بوتی که در جوار قریه ما قرار داره، بوتی ککرک و شهر زواک، ماردوشان چه که میگن و در ولسوالی هم در تمام جای ساعت باستانی است و پارک ملی که این پارک اولین پارک ملی افغانستان است، بند امیر که واقعا جای دیدنی است و تجربه آور است. قلعه چهل دختران در جنوب شرق شهر قلقله موقعیت دارد. قدامت تاریخی این قلعه نیز به زمان شهر قلقله در قرن 6 الی 12 میلادی برمیگردد. چنین باور می شود که این قلعه را جلال الدین محمد برای دختر خود بنا نهاد که این قلعه بعضی اوقات به نام قلعه دختر نیز یاد می شود. یکی از قلعه های تاریخی بسیار کهنی که در ولایت بامیان قرار داره قلعه مشهور چهل دختران است که ارتباط داره به سلطان محمد جلال الدین محمد خوارزمشاهی که دخترش لال خاتون در اینجا سکونت داشته به همراه چهل کنیز و مشهور است به قلعه چهل دختران که در جوار شهر قلقله قرار داره و هنرهای اسلامی در این بخش همین قسمت های آرک هایی که وجود داره به شکل هنوز باقی است و
این ملکیت برای فعلا ملکیت شخصی هست که ما خواهان ازی هستیم که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ به قسمت استملاک کنه و جزء میراث فرهنگی بامیان در دسترس قرار بده. هر وجب هر قدم این سرزمین افسانه را بیان میکند. هم اکنون در قلعه چل دختران هستیم. افسانه که از نسل ها به نسل ها مانده است. افسانه حکایت میکند که در اینجا دختر جلال الدین اکبر با کنیزانش زندگی میکرد و او واجب شد که شهر غلغله سقوط کند. وقتی از اینجا سفر میکند میخواهد با پسر چنگیزخان ازدواج کند، اما او به جرم این که تو با پدرت خیانت کردی با من چطور وفا خواهد کردی او را میکشد. در قسمت شرقی شهر بامیان دره زیبای ککرک واقع شده است که یکی از سه محل عمده بودایی در منطقه محسوب میشد. یک تعداد زیادی از مغاره ها و آلاجیق ها که تاریخ آنها به قرن 6 تا 13 برمی گردد در صخره های پایینی قسمت شرقی کنده شده است. یک آلاجیق بزرگ که 7 متر بلند است قبلا یک مجسمه ایستاده بودا را در خود جای داده بود، اما توسط طالبان تخریب گردید. شاید یکی از شاهکاری‌ها و یکی از شگفتی‌های دیگر و جاذبه‌های توریستی دیگر بامیان هستیم که با نام بودای ککرک که این مجسمه هم عصر است با مجسمه سلسال و یا مجسمه 53 متری بودا و همچنین هم عصر است با شهر غلغله که تمدن‌های اسلامی هم در اینجا بناهایش موجود است، از جمله برج و باروهایی که در اطراف این قسمت قرار داره که اینجا هم یکی از 8 ساحت که عضو میراث جهانی هست ثبت راجستر یونسکو می باشه. اینجا هم متاسفانه در سال می 2001 توسط رژیم طالبان از بین رفت، هم همراه با دیگر مجسمه‌هایی که مربوط میشه عصر بودیسم در بامیان در اون طول زمان از بین رفت و آثاری که در قسمت میبینیم یک خود رواق به جا مانده و این مجسمه به طول 19 متر ارتفاع داره و برمیگرده این آثار تاریخی به دوران بودیزم. از جمله نقاشی هایی که در قسمت پیدا شده بوده در قدیم شاه شکاری بوده که میگفتن یک شاه وجود داشته در بامیان مشهور به شاه شکاری که بسیار شکار میکرده و وقتی که به بودیزم گرویده دیگر از کشتن حیوانات و یا پرنده ها دست کشیده و پیرو دین بودیزم در اصل زمان خود شده بوده. لخشم قلا از شهر بامیان 30 دقیقه فاصله دارد و نزدیک قریه سومارا می باشد. این قلعه توسط میر و 4 پسر او آباد شد که تاریخ آن به قرن 17 الی 18 می رسد. در سال 1950 به علت ویژگی منحصر به فرد معماری این قلعه عکس آن بالای بانکنوت 500 افغانیگی به چاپ رسید. امروز این قلعه توسط چندین فامیل اشغال شده است. از بامیان چیزهای زیاد آموختیم و به این امید که از مستند ما شما هم در مورد بامیان چیزهای فهمیده باشید. بامیان در قلب من چند قسمت دارد. تا قسمت دیگه شاد و موفق باشید.